حرف بزنه حتی نتونست با من مناظره کنه. این یک مطلب که همه افغانی الان در جریان دیگه سیدا نمیتونن چشم مردم رو بپوشانن. مسئله دوم، اگر تو ثابت کردی که من در کل ایران و افغانستان محاکمه شدم و خلع لباس شدم، همین الان بیان کن که این تاریخش کجا بود، کدام دادگاه بود، به چی جرمی بود. اینا همش بر ساخته شما عزیزان است. چرا من میگم شما آن درست راه نمی روید؟ این آقای مثلا سید مزاری و امثال سید مزاری و سید بلخی و سید کی دارن هزارها را سرکوب میکنن، سعی میکنن رفیق طالبان باشن، اونها را بسیج میکنن. اینا رو ما که از شما میبینیم ناراحت میشیم. چرا این کار میکنید؟ به چی دلیل جناب عالی به من تهمت میزنی؟ حتی من در ایران چند روزی به خاطر مقالات کابل در ایران با سفارش شما زندان رفتم، ایران نتوانست برای من ایراد بگیره. اگر ایران میتوانست حرفی داشته باشه، اونی که به منتظری چی نکرد، رحم نکرد به آیت الله شریعت مدالی، رحم نکرد با آقای مثلا میرویس چی نخست وزیر یا اون آقای دیگه کی. بالاخره بسیاری از علمای بزرگ که مسئولیت های مهمی داشتن، رئیس مجلس بودن، نخست وزیر بودن، به اونا رحم نکردن. آقای سید تو بگو چرا صدات افغانستان اینقدر نادرستن؟ تو بگو که اگر من گناهی میکردم ایران به حال من رحم میکرد؟ چرا شما اینقدر مفت حرف میزنید؟ سپاس سید مرتضی. یک لحظه سید مرتضی از فرزند یزاره هم دیدگاهش بگیرم، همه پرسش یاد داشت بکنین. ما دوستایی که درخواست زیاد روان دارین، یک موضوع ما در مورد صحبتهای آقای حسینی مزاری است، یک تن از علمای اهل تشیع افغانستان، و آقای محقق نسب هم یک تن از علمای اهل تشیع افغانستان است. آقای محقق نسب میمان ویژه امشب ما است. اگر سوالات پرسشی را دوستا می داشته باشه از ایشان بپرسن، ولی یک چیز را میار قرار بتیم، هیچگاه این برنامه ما خدای نخواسته باعث نفاق بین هزاره و سادات نه تنها که نشوه، ما دنبال حقیقتگرایی باشیم. همین قسمی که خود آقای سید سادات حرفهای حسینی مزاری را یک حرف شخصی خودش دانستن، این ربطی به تبار و قومیت نمیگیره. دیدگاه و نظر یک تن از علمای اهل تشیع افغانستان هم که در این برنامه حضور دارن، آقای محقق نسب، اینا به صفت یک عالم به نمایندگی از خودش و معلوماتایی که داره دینی می وضاحت میده. ولی یک چیز دوستا، من بار بار نمیفهمم همی دوستا از برنامه ما چرا تعبیر سو میکنن. او برادر، یعنی من پروتن به صفت یک شهروند عادی این سرزمین وقتی متوجه شدم که یک اتهام یک آمار 900 ارقامی فاحشه‌خانه به دشت برچی برچسب خورد، یا یک آدرسی که 500 جای در کابل و اون در دشت برچی دین مسیحیت ترویج میکرد، این آمار به من تکان دهنده بود. به خدا تلاش کردم با شخصی میادم به تماس شوم و این را یکی از برنامه های تلویزیونی دعوت بکنم. متاسفانه موفق نشدم. تماس گرفتم با آقای محقق نسب، برشان گفتم از اینکه شما عالم تشیع افغانستان هستین، در امی ارتباط ما برنامه میگیریم، لطفا به صفت یک عالم، به صفت یک روحانی اهل تشیع افغانستان بیاین ابراز نظر داشته باشین. کدام هدفی دیگه از این بیشتر ندارم. لطفا اینی را فردا اگر ویدیو را متوجه میشین، یک تعداد کسایی که فتنه سرمشق زندگیشون است، اگر میخوان فتنه بکنن شما جلوشا بگیرین. فرزند هزاره بزرگوار، مایکتون باز بکنین. درود، بفرمایید. سلام دوستان عزیز، شبتان بخیر. امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش باشین. سوال ما الان نظر نمیدم، فقط سوال میکنم از آقای محقق نسب. آقای محقق نسب، آقای سید عیسی مزاری در یک از ویدیوهاش ما دیدم میگفت که هزاره ها تنها یک بار نسل کشی شده و هم در حادثه افشار بوده، که یعنی میخواست غیر مستقیم قوم تاجیک و هزاره رو در جان همدیگه بندازه. آیا به نظر شما یعنی هزاره ها، یک سوال، هزاره ها فقط یک بار نسل کشی شده و هم در افشار، و دوم که ایشان با گفتن از حرف واقعا امیر که من متوجه شدم که میخواست اقوام هزاره و تاجیک در جان هم بندازه و طالب سفید کنه در کنار بگذاره،
یعنی درست بوده که برای طالب به صورت غیر مستقیم میخواسته کار کنه. یعنی من درست متوجه شدم آیا و دوم که آزارها فقط یک بار ناصر کوشش شده در طول تاریخ؟ بفرمایید، من همین سوال ماست. سپاس فرزند ازاره. یک سوال دارم، باز دو رو در بعد دفعه دیگه سوال مون. بفرمایید. درست. خب من جواب بدم آقای فروتن؟ بفرمایید بزرگوار. خب عزیزان، شما همتون فرزندان عزیز افغانستان هستید. همه ما از یک کشوریم، از یک فرهنگیم، از یک مملکت هستیم. به قول معروف از یک مام میهن هستیم. همه ما فرزندان یک کشوریم. همه ما در جریان هستیم که هزارها در حدود 140-150 سال است که در حال نسل کشی هستند. نسل کشی از زمان عبدالرحمن شروع شده که در اون زمان میگویند حدود 400 هزار خانواده هزاره رو اونا کشتن، که بعد تخمین زدن نسبت به جمعیت هزارها در اون زمان 62 تا 67 درصد مردم به دست عبدالرحمن کشته شده. اون هم اینه صراحتن هم فتوای علما بر این بوده و هم دستورات خود عبدالرحمن این بوده که هزارها را نابود کنید، اینها کافرن، بدینن، اینا چطور هستن، همه را نابود کنید، زن و مردشون را بکشید. ببینید در کتابای تاریخ الان موجود است. از اون زمان که نسل کشی شروع شده ما ادامه داشته ایم تا زمان جمهوری و تا زمان فعلی. یعنی در طول این صد و خورده سال ما نسل کشی شدیم. اون نسل کشی ما هم معمولا توسط طالبان و امثال طالبان بوده. با تاجیک ها ما یک بار در دشت برچی، در افشار درگیر جنگ شده این متاسفانه در اون زمان هم همین محسنی و برخی از سادات محترم افغانستان دخالت داشتن. من شاهدی زیادی دارم که البته الان نمی شود اونا رو گفت، که سادات محترم هم در جنگ افشار، هم در جنگ غرب کابل، هم در جنگ بامیان پیش قراول بودن. بله در اونجا هم بسیار یک جنگ بد اتفاق افتاد و مصیبت هایی به وجود آمد، اما نسل کشی ما در خط دیگر قرار داره. ما توسط دیگران نسل کشی منظم و تاریخی شده ایم. یعنی در حدود 130-140 سال است که ما ادامه داره این کار ما، و هنوزم میبینید که مساجد ما و مدارس ما مورد حمله قرار میگیرن. ببینید در جنگ اسرائیل و غزه همه دنیا میگوین که چرا اسرائیل اومدن این غیر نظامیان رو کشتن، در حالی که اون غیر نظامیان فلسطین در کنار نظامیان است، در همون محدوده ها هستند که من غیر مستقیم کشته می شوند. اما مردم ما را ببین که در مدرسه بچه های ما را می کشند، در بیمارستان می کشند، در خانه هاشون، در مسجد هاشون می کشند. ببینید این نسل کشی هست یا نیست؟ مگه بچه های ما با کی در جنگ؟ اصلا مردم ما با کی در جنگ است؟ ما با کسی در جنگ نیستیم. پس وقتی که می آیند بیرحمانه در یک مدرسه 40-50 نفر ما را یک باره می کشند، تارمار می کنند، این معناش نسل کشی است. ما در طول 150 سال است که گرفتار این مسئله هستیم. پس ما همیشه در حال نسل کشی بودیم، نه توسط تاجیک ها. بله تاجیک ها یک بار در حق ما ظلم بسیار شدیدی کرده، اما نسل کشی ما در دست دیگران انجام شده. و بعد این آقا سید حتی در حادثه کاج من یادم است که وقتی ما تظاهرات میکردیم و اعلامی ها و بگیر ببند بود و تقریبا همین برخی از چیزایی را که انجام دادیم حتی در انگلیس و کانادا و استرالیا خیلی جاهای دیگر دولت ها و اینا سرصدا کردن، بعد این آقا سید آمد گفت او هزارها نسل کشی نشده، این حرف ها چی هست، نسل کشی کجا بوده؟ این خودش همین نسل کشی هزارها را رد کرد. خب پس اینا خودش دلیل بر این است که این آقایان یک جور دشمنی دارن. آقا جان این که آقا سید ماست و ما مریدش هستیم و بهش خمس میدیم و زن و بچهشون را جمع میکنیم، در طول صدها سال بار زندگیشون را بردوش گرفتیم، حالا معلوم میشه که عزیزان دوست ما نیستن. اگر دوست ما باشن چطوری اینطوری همیشه بر علیه ما رفتار میکنن؟
تا اینجا عرایز من بود که خدمت شما جواب دادم. سپاس آقای محقق نسب. از آقای عزیز خوگیانیوال پرسشتان را مشنویم. از آقای محقق نسب بعد سلطانی صاحب اگر کدام پرسش داشتن خوب نداشتن مایک را به آقای سعید سادات میدیم. بفرمایید خوگیانیوال صاحب. درود. سلام و ادب خدمت شما برادر بزرگوار عالم جهید قوم محترم هزاره ما، آقا سب محترم سادات و برادرهای دیگه ما، انشالله جور صحت باشین. ما صحبتای ما کسی هستم که اولین بار نمی ویدیوی آقای مزاری را سعید مزاری ببینین. آقای عزیز فولاد یک چیز را تعویل ممنوع است ولی سوال بکنین. شما میمانی ویژه ما که پاسخ میتن آقای محقق نسب است. ما نباید حرفی بزنیم که باعث از این شود که فردا یک تعداد برنامه را ببینه بعد بگوید فروتن دنبال فتنه بود. یعنی ما اصلا والله هر کسی ضد طالب باشه به من فروتن برادر ما است. ما فقط فعالیتم زدن طالب و داعش است، نه ای که ما بیایم قوم را توته توته و پرچه پرچه بکنیم. این کاری درست نیست. درست. اجازه بدین، اجازه فرمایین برادر عزیز ما. اینمی مزاری را که من ویدیوی شب بالاتر از 9 بار دیدم و هر لغت از این ما بالاخره حضم کردم و پاشان کردم که مقصد از چی بود. ببین برادر، در نخست باید یادآور شوم که اینمی آقای مزاری به هیچ وجه نام قوم نگرفته، فقط یک جغرافی مشخصه گفته غرب کابل، که در غرب کابل هم پشتون است هم تاجک است. هم... دشتی برچی گفته چی کده؟ دشتی برچی گفت. در دشتی برچی 900 تا مردگاو خانه بود گفت. محترم من کسی هستم که باز ما اگر بگویی باز ما دانه دانه اون مردگاو خانه رو بر تشریح میکنم. برادر عزیز سوال بکن برادر. سوال داری خوگیانی وال سبیانه نظر میخوایی بتی؟ سوال من نمیست که آقای امی بزرگوار برچی نیوز نامشان نوشته نیست، ببخشین دیگر. امی آدمی آقای مزاری به هیچ وجه نگفته قوم نامشه، یک جغرافیه را گفته و برای ما شما معلوم است عقل ما تقاضا نمیکنه که یک جغرافیه کلن یک مردم باشن. سوالتو نگرفتن آقای عزیز پولا. سوال من اینجاست، چرا شما اینمی لکه به نامگیر به نام هزاره ختم میکنین؟ هدفتون چیست؟ آیا هزاره ایتر هستن که هیچ گناه هیچ گاه ایتر نیستن؟ ولی شما میان قضاوت نکو آقای عزیز پولاد. میمونی ویژه آقای محقق نسب است پاسخ میتن براتون. خون سرد باش برادر. اینجا خدای نخواسته جای پهلوانی نیست، جای منطق است. هر کس اگر حرفی داره با منطق بیان بکنه، بیننده قضاوت بکنه. بگذاریم قضاوت برای بیننده. سوال مرا گرفتن یا نه؟ بله مایکتون رو ببندید. سپاس. محقق نسب بزرگوار، اینا میگن که تعبیرشانی است که حرف آقای مزاری عالم اهل تشیع افغانستان هیچگاه منظورشان برچی نبوده، یک گپی بوده که سر تا سر کابل را دبر میگیره که سایر اقوام و اقلیت‌ها را. خب بله، البته ایشون گفت که در کابل 500 تا کلیسا بوده و 300 تاش در دشت برچی است. بعد گفته هزاران فاحشه خانه در کابل بوده که 1900 تاش، نه 960 تاش در دشت برچی بوده. یعنی اون بقیه را که گفته آورده خلاصه کرده، اون قسمت بزرگش گذاشته بیخ ریش هزاره ها در دشت برچی. البته عزیزان ما در دشت برچی افراد دیگر هم هستن، این بدین معنا نیست که افراد دیگر حق اعتراض ندارن. اونا هم حق اعتراض دارن، چون که هیچ کسی رو ایشون حق نداشته که متهم کنن، نه دشت برچی را نه مثلا جای دیگر را. اصلا کابل چه حقی داشته که ایشون بگه که مثلا 500 تا کلیسا داشتن؟ یعنی کابل بالاتر از مردم فرانسه، بالاتر از مردم آلمان مسیحی شده بودن. این درسته واقعا؟ یعنی این ادعا درست است؟ پس وقتی که این ادعا درست نیست، این آقا نسبت به همه مردم افغانستان و به خصوص برای هزارها توهین کرده. همه مردم افغانستان، همه مردم کابل رو توهین کرده، اونا رو اهل فحش و منکرات حساب کرده، به خصوص مردم هزاره رو. مردم کابل رو صحبت ها تکراری شد آقای فروتنی. خب بیشتر ایشان گفتن. پاسخ آقای کی بود؟ در پاسخ آقای
خوگیانی والس میگذاریم حرفایشان تمام شد، بعد سعید سادات را نوبت میتیم. دوستایی که تازه آمدن درود، ولی دوستا شما سوال اگر دارین، نظر در مورد دیدگاه یا پرسش اگر در ذهنتان مطرح میشه، با از آقای محقق نسب بپرسین. میمان ویژه ما امشب آقای محقق نسب است. بنان ما نمیتونیم که هر کدام من مثلا بیایم نظر بدیم. اگر پرسشی در لا بلای صحبت های آقای محقق نسب در ذهنتان میاد که گویا اینمی حرف واقعیت نیست، رو در رو بپرسین، پاسخ میده، قضاوت بیننده میداشته باشه. حرفایتان تکمیل شد آقای محقق نسب در مورد پولاد؟ بفرماین سید سادات بزرگوار دیدگاهی نوبت ما بود. ما یک سوال خلق شدم یادداشتم کردیم. خب سلطانی صاحب سوالتون شما بپرسین، بعد سید سادات نوبتش است. خب دوست یک دفعه دیگه دوستایی که در بحث هستن، حاج آقا را خوش آمدگویی میگیم. اولین بار است که من در یک بحث روحانیت بالاخره حضور دارم. هم خوشحال هستم هم رنج میبرم. خوشحالیم به این است که علمای دین چی شیعه است چی سنی است خدا وارث لاغل خرافای راشدین میدانه، باید بیاد در شرایط بسیار اساس در کنار مردم خود قرار بگیره، وجدان خودم در نظر بگیره، تحت تاثیر حزب و سمت و زبان قرار نگیره، حتی تحت گذشته هایی که بالاخره وابسته کنم جریانی که بودیم نیاییم در یک بحثی که لاغل ما چهری طالب میخوایم برملا کنیم بریم در گذشته. ما این خواهش دارم از آج آقا و دوستای دیگه هم که سوالاتی را دارن. یک دو در لابلای برنامه بسیار بر من جالب بود که برادر عزیز ما پرسان کردن که چرا هزارها در طول تاریخ یا نسل کوششتن یا یک بار که آقای سعید مزاری و حرف زدن. جناب آج آقا گفتن که ما در تقریبا در 140 سال و این کار شده و یک بار هم برادران تاجیک ما را نسل کشی کردن. برای من خیلی جالب بود. آیا برادران هزاره در برابر دولت امان الله خان یا عبدالرحمن خان بقاوت کرده بودند، استاد شده بودند، قانون اساسی زیر پا کرده بودند در برابرش اون نظام عبدالرحمن خانی یه حرکت کرد؟ اجازه بدی گپ من روان. یا در برابر یک دولت اسلامی که برابری آقای استاد ربانی و مجددی بود و تمام اشکانه و نوگانه او را قبول کرده بود، دنیا به رسمیت شناخته بود، در کابل یک نظام بالاخره نیمبند شکل گرفته بود، جناب استاد ربانی و احمد شاه مسعود که لاغل یکش وزیر دفاع بود یکش رئیس جمهور بود و احزاب سیاسی دیگه هم بودن و یک بخشی وزرا را هم به آقای مزاری پیشنهاد کرده بود. ناخودآگاه یک جنگی بالاخره استخباراتی در اونجا شد. اما سوال ما همی است از موضوع دور رفته رئیس. نه سوال ما همی بود که هیچ وقت تاجیکا آستین بر نزدن برای نسل کشی هزارها. یک جنگ ناخودآگاه شد، هیچ وقت ما طرفدار از او نبودیم. در او جنگ برادران هزارگی نسل کشی نشد. بیشترین کسایی که به شهادت رسیده ما طرفدار نیستیم، از برادران قزلباش بودند. اما ما هیچ وقت سردمدار از او نبودیم که این کار ما کردیم افتخار کنیم. ما به عنوان یک تاجیک، به عنوان یک فارسی زبان، به عنوان یک کسی که اون قضایا رو وقت من 16 سال و 17 ساله بودم میفهمیدم و درک کردم و هزارها آدم چسبم که در او قضایا دخیل به ششتیم کردش گفتن که در او قصدی نبوده، ناخودآگاه یک گپ شده. ما توقع ما از آج آقایی است که در این شرایط نباید او را در پای تاجیکان نشته کنند. تشکر. آقایان ببخشید به خاطر که کج فهمی نشه، خب من میگم آقای سعید عیسی مزاری را امی فقط نسل کشی هزاره را خلاصه در این کده بود که در افشار نسل کشی شده بود، میخواستن دو ملت شاخ تشاخ کنه، طالب و سفید کنه. هدف از این بودن. این کج فهمی نشه. سلامت فرزندی هزاره. بفهم. محقق نسب صاحب مشنویم از شما، بفرمایید بزرگوار. بله جناب آقا، در مسئله افشار دو تا سه تا مسئله رو باید ما رفتم فروتن صاحب که از ملای تقلبی ساعت تان تیر باشه اما کل بزرگوار اگر سوال زیر سوال بردین متاسفانه آقای مشکور کابلی دو زمین کمی درست نیست فساد دشت برچی و میدان کرده در خوم این سوال دارم که باش میخوان دوست عزیز سعید جان تقلید یادم اصل به صلاحیت کرده دوست عزیز دوست عزیز چرا مراجع تقلید اهل تشویه ایشان مرجعیت شفر کرده دوست عزیز چرا کدام مرجع تقلید اهل تشویه ایشان عنوان روحانی اهل تشویه ایره تایید کرده بفرماین برما جواب بتن
ایشان میگه من مجتهد هستم، درجه اجتهاد یکی از بلندترین درجه های مذهبی اسلامی اهل تشیع است. کدام مراجع تقلید شما را تایید کرده برادر عزیزم که اینجا می از آدرس اهل تشیع صحبت میکنی؟ ما ده ها تا ویدیوهای شما را دیدیم که با مستقیم به چندین قوم شما توهین کردین، یکیش به قوم سادات. ده ها تا ویدیو همین لحظه پیش ما موجود است. یک قوم مردم توهین میکنن بلن سوال تا که مطرح میکنه خودت به جرم کفگویی مگر در افغانستان بندی نشدی؟ مگر استاد سیاف بر علیه خودت فتوا نداد؟ یعنی در افغانستان هیچ عالمی نیست؟ تنها تو عالم هستی؟ آقای سید هم اهل سنت و هم اهل تشیع درباره آقای سید مشتبه برادر، آقای سید مشتبه بندی شد، خانومش جناب سالید مشتبه آقای محترم مرا گوش بگی بزرگوار، چرا کاش بحث بکنی؟ مگر ساحل محقق نسل یک لحظه آقای محقق نسب، آقای سید مشتبه بزرگوار، احساساتی شدن رای حل نیست. اگر پرسشی دارین حرف از اجتهاد میزنین، جنبه تقلید را آدرس از جنبه تقلید میگین، خب بگذارین پاسخ بده برادر. همزمان حرف زدن خمی حرفی درست نیست، ما متاسف هستم. بفرمایین قدسیس بزرگوار. جهان سپاسم از سید محبت ما باشه آقای فراتن. نوبت ما است. پاسخ عمو برادر کاتیسون بفرمایید. آقایان دو تا مسئله اینجا مطرح شده است، باید درباره هر دو تاش من حرف بزنم. مسئله اول این است که افشار چطور شد. در افشار شما چند تا مسئله دارید. مسئله اول این است که همین سادات محترم بود که نمیگذاشتن هزارها و تاجک ها با هم به توافق برسند. اینها بودن که با محسنی این وسط آب را گلالود میکردن. بعد از اونم که جنگ اتفاق افتاد، این جنگ در افشار اتفاق افتاد، یعنی بر سر خانه های هزارها عده کشته شدن. ما هیچ وقت مدعی نشدیم که تاجک ها نسل کشی کرده، هیچ وقت نگفتیم، الان هم نمیگیم، هیچ وقت نگفتیم. منتها یک ظلم عظیم را در باره ما کردن در افشار. خیلی خوب، این قضیه به آخر رسید. بعد میمانم بحث این آقای سید. چنان که همین سیدا بر علیه من، بر علیه هر فردی، حتی مزاری همینا بودن شایعه پراکنی میکردن، مزاری رو میگفتن که فاطمه زهرا رو فحش داده. اینا در ایران در به در میگشتن که به مراجع تقلید ایران بگوین که مزاری فاطمه زهرا رو فوش داده. بعد همین محسنی که رفیق اینا بود، همه هزارها و آقای مزاری را تکفیر کرد، گفت اینا همشون محاربن، واجب القتلن. نوارش که دیدید و شنیدید. و همین آقای مزاری که میاد تمام مردم کابل را میگن 500 تا کلیسا داشته، چند هزار فاحشه خانه داشته، از جمله در دشت برچی 960 تا بوده. اینمی حرفای شما مردم است دیگه. همین چیزایی که به من میگی به مردم دیگه هم میگی. ببین اینا دروغای شاخدار است که شما میگویید. بله من مجتهدم. اولا این که بگو آقا عطر آن است که خود ببوید، نه اون که دلال بگوید. خب من خودم نظر دارم و نظرات من بیان کردم که با دیگران متفاوته. بعد از اون من ده ها گواهی اجتهاد دارم. من 40 سال در ایران بودم، زمانی که تو اصلا متولد نشده بودی. من در سال 52 در ایران برای تحصیل رفته بودم. پیش از اونم در افغانستان من مثلا اصلا جامعه مقدمات سویتیر اینا من در افغانستان درس میدادم. در دانشگاه من درس خواندم. دانشگاه درست کردن برای افغانی ها من یاد دادم. اولین دانشگاه را من در قم درست کردم که طلاب افغانی در اونجا تحصیل کردن. امی آقای سروری دانش و جناب آقای شیخ موسای چی اسمش چی بود یادم رفت، این عزیزان همش فارغ التحصیل های همون دانشکده است که من درست کردم. سید فاضل زور میزد که بیاد اونجا درس بده، من نگذاشتم که آقا جان تو اینجا میخوای چی درس بدی؟ ما در رشته حقوق درس میخوانیم، شما میخوای که اینجا بر ما قل هو الله احد یاد بدی؟ خب فرق میکنه این موضوع.
به هر حال دوستان، چون سادات همیشه کسانی هستند که چنگ به روی ما میاندازن، به همین دلیله که ما از اینا خوشمون نمیاد. بنابر این آقای سید نه از ما سهمی بخواه نه از ما چیزی بخواه، برو پیکار خود دانی و سادات دانه و قوم دانه. چرا به ریش ما میچسبی؟ چرا ما را متهم میکنی؟ چرا بر علیه ما سوژه درست میکنی؟ این کار زشت است. سید مزاری میاد تمام مردم را، تو میایی منو مثلا تو متهم میکنی به چی؟ اگر من متهم بودم در ایران کاری بدی کرده بودم، اون جمهوری اسلامی یا همون آقای خامنه ای که کروبی 10 بار رئیس مجلس بود، اونه در زندان گذاشته هنوز بیرون نیاورده، وقت منم گذاشت من بیرون بیایم؟ چرا به چشم مردم خاک میزنید؟ سپاس آقای محقق نسب. همی دوستایی که در برنامه هستین، ببینین خدای نخواسته موضوع برنامه ما پرخاش نیست. هر هموطنمون همی قسمی که من گفتم، اگر ما در مورد آقای مزاری می آمدیم حرف می زدیم که یک تن از علمای اهل تشیع افغانستان است، یک تعداد می آمد قضاوت می کرد که این فروتن در رابطه با مذهب تشیع چیز نمی فهمه. بنان ما نیاز دیدیم یک میمان ویژه را در برنامه اضافه بکنیم که آقای محقق نسب است، یک تن از علمای اهل تشیع افغانستان. آل بزرگوارا، ایشان را هم اگر حرف میزنه باید حدیث دلائل. اگر کسای سوال هم میکنین بیاین همی افت کلام رعایت بکنیم. من متاسف هستم که پیشتر پرخاش صورت گرفت، باز دوباره دوست ما پایین رفتن، ولی گپ دهی است. هموطنهای عزیز، اینمی آدم که گفت 900 فاحشه‌خانه و 500 آدرس ترویج دین مسیحیت و طالب را فرشته های نجات دین و مذهب مردم تلقی کرد، اینمی خط سرخ ما را عدول کرده بزرگوارا، اینمی آدم برای طالب کمپاین کرده. بران حال ما به صفت یک آدم عادی میاییم برنامه میگیریم، صفت کلام رعایت میکنیم، شخصیت و جایگاه و حیثیت شخصی از این را کدام صدمه نمیزنیم، ولی اینمی پیام داریم که اینمی بزرگوار امی اسنادهایی که 900 آدرس را گفتن که در کابل او هم در دشت برچی فایش خانه بوده، امی مدرک را رسانهی بکنن و 500 خانه کلیسا را گفتن که در کابل دین مسیحیت ترویج میکرد، 300 تا ازی در دشت برچی بود. او برادر حدی اقل امی 100 تا 200 تا امی را اسنادش را رسانهی بکنه، در غیر از او زانو بزنه از ملت و مردم با وقار و با عزت افغانستان که در کل همه مردم شوکه شدن و با این پیام، یک پیام خیلی زننده، تحقیر کننده، واژه ناموسی را این آدم روی انگشت گذاشته، زانو بزنم معذرت بخوایم. آقای فرزند یزاده را صحبتایش هم شنویم، بعد مطابقم و مهمان نمیفهم آقای کی بود، بلخی است، امان از هاره و میرخم دوستا رو نظرشون نگرفته میریم، ولی سوال کنین دوستای عزیز. من یک سوال دیگه از آقای قبل از یک سوال کن ببین، برای که وقتی همین ویدیوهاش ما ذخیره میشه، خب ضبط میشه، میگره قیچی میکنن وقتی مزاری میگین. خب مزاری تنها خیلی خیلی میکنم، مثلا بابا مزاری منظورتان است. خب نه نه، چون در وقت در بین گپ زدن بعضی همون دوستا میگفت آقای مزاری، خب این کوتاه که بگیم مردم فکر کنن مثلا در بحث نیست، از اول تا آخر بحث گوش نمونه، بگین سید عیسی مزاری. خب یک سید عیسی مزاری، بله. یک سوال دارم، این سوال مربوط دیگر اقوام غیر هزاره میشه، یعنی دیگر اقوام افغانستان. آقای سید عیسی مزاری گفته که مثلا 500 تا کلیسا بود، از اون 500 تا 300 تاش در دشت برچی بود، 200 تاش حتما 200 تا دیگه در کابل، در کجای کابل بوده؟ یعنی به نظر شما، دیگر اقوام غیر هزاره رو میگم، به نظر شما آیا شما را آقای سید عیسی مزاری به صورت غیر مستقیم برای طالب و داعش و اینا مثلا خط چی نمیده، یعنی گواهی نمیده که آقای اینا مسیحی شده و کلیسا هست و برن بزنه؟ این سوال عمومی است از دیگر مردم، یعنی میخوایم برای شما بگم که شما باید یک عمو قدر که ما حساس شدیم، شما باید حساس شدیم که آقا او 200 تا کلیسای دیگه کجا بوده، یعنی به صورت غیر مستقیم شما را در آن میخوای برای طالب آماده کنه که بزنید. و سوال دیگه من از آقای محقق نسب است، آقای محقق نسب، ای آقا وقتی گبار میزنه آیا به صورت غیر مستقیم به نظر شما
برای طالب، برای داعش، یعنی درو سیگنال نمیفرسته که آقا اینا یه مردم کافر است و بیدین است و مثلا چی پیامد داره به نظر شما؟ بله بله، شما درست میگید عزیزم. یکی از اهداف بسیار جدی آقای سید نقیب حسینی این است که به قول عزیزان طالبان رو سفید کنن، بگن طالبان حکومت اسلامی رو برپا کرده، بقیه ها که مخالف طالبان باشن اونها مسیحی هستن، اونها گرفتار فحشا و منکرات هستن، طالبان حق دارن اونها رو بکشن. این یک علامت بسیار روشن و یک سوژه بسیار قوی است که این آقا این کار انجام داده، چون که ما میشناسیم در خود همین سخنرانیشون شما دقت کنید لطفا، گفته که بله اون حکومت سابق بسیار خراب بود، حالا تمام این مفاسد از بین رفته، حالا بیایید بریم در کنار طالبان قرار بگیریم. خودش صراحتا این موضوع رو گفته. سپاس دوستا، نوبت از کی است؟ از آقای امان، از شما است فکر کنم. از بلخی است، بفرمایید آقای بلخی. سلام و عرض و ادب خدمت شما جناب فروتن عزیز، جناب آقای عزیز سلطانی و تمام دوستایی که در برنامه هستن، امید که جور صحتمند باشین. من فقط دو سوال داشتم از جناب آقا. یک سوال از این است که آقای عیسی مزاری با وجود که 800 روسپی خانه در دشت برچی گفتم و 300 تا کلیسا را که دین عیسویت تجرید یعنی دین عیسویت به مردم آی مردم مزاری ترویج میده، شما محترم در خود دشت برشی چقدر نفوذ داره که 800 خانزی داره چقدر نفوذ میشه؟ تقریبا 70-80 درصد دشت برشی یا بسیار بسیار ببخش مردم محترم ازاره ما با شرف و با غرور ازاره ما اینها را رسپی کشیدن. این بسیار جای شرم است، بسیار جای ننگ است که یک مردم با عزت و با شرف ما یک منطقه ما را میکشن رسپی، تقریبا زیاد مردم میشه. 900 تا گفتن در دشت برچی با 300 تا کلیسا دین مسیحیت تر. دقیقا دقیقا. و هم جناب فاضل هم شکر میکنن که طالب آمده و این فسق و فساد و دین ستیزی و ترویج مسیحیت را جلوگیری کرده، ری شکن ساخته. دقیقا. و یک موضوع دیگر جناب آقای عزیز، شما در باره افشار یادآوری کردن، در باره افشار آقای عبدالرب سیاف پیش قراول بود، در درآمد مردم افشار هرچه که قتل عام شد هرچه شد جنایت جنایت است، اجوخت سر پوش نمی باشد. مگر یک موضوع را برادرای ازاره ما یا برادرای تاجک ما یا دیگر اقوام افغانستان اجوخت فراموش نمی کنه. شما در هر دهه تاریخ شما یاد میکنین مردم ازاره ما در بلخ پیش از 30,000 مردم ازاره ما با شهادت رسید، کی پسانش کرد؟ شما تا حال در حدود 20 سال در دانشگاه ها، در کورس ها، در محافل عروسی، در مساجد، در تکیه خانه ها، در سرک، در بازار، در جاده ها به شهادت میرسد، کی صدای خود را میکشد؟ چرا از این یاد نمی کنند که میخزن میاین مردم ازاره را به یک شکل، به یک عنوان میاین اینو تحقیر میکنند؟ بگذاریم پاسخ بتانه آقای بلخی، تشکر. ما میخواستم یک سوال دیگه مگر اجازه باشه یا در نوبت بشینم؟ بفرمایید سوالتون رو بگوین جناب آقای عزیز. شما دیدگاهتون با این اشخاصی که میاین از طالب رو لابیگری میکنن، با طالب کمپاین میکنن، اینها باعث یک جنگ، یک نزاع بین اقوام خود، خصوصا بین مردم ازاره نیستن که بخواین مردم ازاره را به شکل بیرامونه دوباره به یک نظر کنه؟ در مورد لابیای طالب هم مخیق نسب منظورشان همی است؟ بله البته، همطوری که شما گفتید و همه مردم ما درک میکنن و از ما بهتر میفهمن که آقای سید نقیب حسینی برای طالبان کمپاین کرده، برای طالبان تبلیغات کرده، مردم رو به طرف طالبان دعوت کرده، نه یک بار، ده بار، صد بار. آقا جان حدودی دو سال است که اینا مرتب این تبلیغات رو میکنن. من عرض کردم که این تبلیغات پشتوانش میرسد به جمهوری اسلامی ایران، چنان که اونها هم در این خط قرار دارن. حالا چی سیاستی دارن و چی میخوان، سرانجام به کجا میرسن من نمیدانم، ولی در ظاهر این است که هم در زمان جمهوریت طالبان هم اسلحه میدادن، آموزش میدادن، پول میدادن و هم بعد از اون طالبان را دعوت کردن، در تهران باشون چندین بار ملاقات کرد و بعد حتی طالبان را به مسکو بردن، با مقامات روسیه نشاندن و بعد الان هم گفت که ما با افغانستان روابطی فلان و بهمان داریم. خب
هم جمهوری اسلامی و پیشقراولش این آقایون دیگه، اینا وابسته ای به هم دیگر هستن، دارن از طالبان تبلیغ میکنن. این یک مسئله بسیار روشن است که همه مردم درک میکنه. و اما مسئله افشار را بهتر است که زیاد دربارش بحث و گفتگو نکنیم، چون که یک حادثه بسیار بد اتفاق افتاده و اون باید چی شود زیاد روش تکیه نکنیم که باعث نفاق و ناراحتی جدید میشه. ما الان احتیاج به همکاری بیشتر و همراهی بیشتر داریم، چون که در مقابل طالبان و در مقابل تروریسم قرار داریم. تروریسم منطقه تنها طالبان نیست، بلکه طالبان و کل کسانی هستند که در خط طالبان و در کنار طالبان هستند، که میگن الان در کابل حدودی یا در افغانستان حدودی 20 تا گروه تروریستی قرار دارند. چون که این موضوع هست، ما بهتره که درباره موضوعات اختلاف برانگیز زیاد وارد نشیم. سپاس. هموطن دیگه پالوی آقای بلخی که هستی، نام سخت از خواندنش، سوال دارین بفرمایین. سلام و درود کسایی که در داخل لایف هستن، کسایی که ما رو یک هزار نفر بیننده هستن. امیدوارم به هر سرزمین دنیا باشین، خوش و خرم باشین برادر عزیزم. اولا جهان سپاس از آقای فراتن صاحب که امروز بسیار پروگرامی بسیار نازنین گرفته که ما تمام ملت خود آگاه بسازیم. برادرای عزیزم، خواهش میکنم ازتان، اینمی انسان، اینمی سادات عزیز ما که برای فعلا مقیم ایران هم هستن، یه در ایران هستن و یه کس یک جاسوس هستن. این جاسوس را ما نمیتونیم که تمام اقوام سادات خود برادر خدای نکرده برچسب بزنیم. نه، اینمی توهین برای پشتون است، برای تاجیک است، برای هزاره است. خودتان میفهمین این سیاست بیرونی هستن برادر عزیزم، این یک جاسوس انسان هستن. پرسش میخواید... برسن آقا از میمانی ویژه اگر سوال دارین بفرمایید. میفهم. چشم برادر عزیزم، از آقای محترم برادر عزیزم میپرسم که آیا برادر عزیزم اینمی مسئله نظامی، ما شما میفهمین که تمام افغان ها در مسئله ناموسی بسیار اساس هستند، بسیار اساس هستند، و ما از خودت پرسان میکنم که برادر عزیزم میخواید دوباره افغانستان رو دوباره با همدیگه جنگ بیندازن، یا اینکه برادر مفهمی تمام اقوام را با همدیگه، یعنی منظور زینا امینا هستند، منظور ایران، این جاسوس ایران هستند. ما سادات های خود دوست داریم، تمام اقوام کشور خود دوست داریم، این انسان به تمام اقوام کشور ما مستقیم کرد. نامش بگی امیر، اگر ربطی به قوم نمیتین نامش بگی. مثلا اگر خاطر یک آدم، یعنی ما آدم که پشت سرت هست، یعنی می انسان آقای سید عیسی مزاری. بله آقای محقق نسب، پرسش از اینا رو پاسخ توهین به تمام اقوام کردن، این جاسوس ایران هستن، دوباره میخوایم ما و شما را جنگ بیندازه با هم دیگر. پشتون رو بشنم که آقای محقق نسب. بله عزیز جان، این موضوع به کرات همین شب با هم بحث کردیم که این آقا وابسته به جای دیگر است و داره از طالبان حمایت میکنه، مردم به طرف طالبان دعوت میکنه و کل مخالفان طالبان رو میخواد به عنوان کافر و فاسق و فحشاگر و مثلا زناکار معرفی کنه تا جاده طالبان رو هموار کنه برای کشتن مخالفان، و از طرف دیگر بین مردم ما هم اختلاف ایجاد کنن که ما درگیر شیم و هیچ وقت در کنار همدیگر قرار نگیریم. این موضوع رو باید درک کنیم. تنها این سید نقیب مزاری یا سید نقیب حسینی نیست، سید بلخابی همین حرف رو میزند، حتی شورای علمای شیعه افغانستان که وابسته به اینا هستن، اونا خودشون جاده صافکنی طالبان هستن. دیدید یکی دو ماه پیش اونا از کابل رفتن به ایران، به قول معروف در بیت مراجع شیعه ایران، و رفتن عراق، اونجا تبلیغ کردن که حکومت طالبان بهترین حکومت است و از شیعه ها خیلی حمایت میکند، بیایید که ما در کنار طالبان قرار بگیریم. این گزارش بارها باید شنیده باشید. پس اونجا یک جمع بسیار زیادی هستند که در این خط کار میکنن و مردم ما را دارن یکی یکی از بین میبرن. شما میدونید که الان بعد از اون که طالبان اومده، ما دو جور کشتن ما ادامه داره، هم کشتن های هدفمند که بعضی اشخاص رو میرن شخصا ترور میکنن، و بعد هم بمبگذاری و انفجار و انتحار هنوز متوقف نشده. میبینید که چند تا انفجار در همین سال به وجود اومده. پس
این سادات محترم میخواد که اینمی سیدان حالا همشون که نیست، اینا میخوان که یک جوری جاده صاف کنی طالبان باشد و ایران هم در این قضیه دخالت داره. آقای محقق نسب بزرگوار، از اینکه ما یک آدم بی‌طرف اگر گای دوستا یک واژه جمع را به کار میبرن باید دقیقا پرسش داشته باشم. وقتی شما سیدها میگین، یعنی منظورتان تنها ای آدم نیست، سید عیسی مزاری، یعنی هدفتان کل قومی سادات است یا یک چند آدمی که عالم است در تشیع افغانستان از آدرس منبر کاری را انجام میده که خلاف منافع ملی است، منظورتان اونا است؟ در همین ارتباط کمی وضاحت بتین تا سوی تفاهم نزد کسایی وی در سادات های بی‌غرض و بی‌طرفی هم که زیر لایو است پیش از اونم سوی تفاهم نشه که خدای نخواسته ما هم یک آدم مغرض و غرض آلود وقتی یک واژه جمع به کار برده میشه به تفاوت هستیم. بله، البته این یک موضوع بسیار روشن است که همه یک ملت، همه یک نسل، همه یک طبقه بد نیستن و همه شون هم خوب نیستن، یک امر بسیار واضح است. منتها الان یک طبقه از این عزیزان هستن، مخصوصا اینایی که عالمن. شما الان فکر نمکنم کمترین عالمی را میبینید که در کنار طالبان نباشند. شما الان برید آمار بگیرید، سادات، یعنی علمای سادات، همین آقایانی که اسم رسمی دارن، 90% در کنار طالبان هستن. ما همون طبقه را در نظر داریم، نه کل مردم. از جملهش همین آقایی که الان امشب اومد و چند تا تهمت دروغ رو به من زد، در حالی که شما مطمئن هستید که در کابل محسنی و با سید جاوید و اینا یک تومار نوشته بودن که ما را چند روز اذیت کردن و خودشون آخر سرکوب شد و بعد هم برای من تهمت هایی درست میکنن. خب اجتهاد که آقا جان یک امری نیست که کسی به آدم بدهد، خود انسان باید مجتهد شود، خود انسان باید صاحب نظر و متخصص شود. چطور دیگران میتونه 10 سال درس بخونه مجتهد شود؟ من 40 سال در ایران درس خوندم، به علاوه در افغانستانم خونده بودم، چرا مجتهد نباشم؟ من الان کتابایی نوشتم، توضیح مسائل نوشتم و فتواهایی دادم که علمای شما نتونستن بدن، پس اینم خودش اجتهاد است دیگه. خب میبینید که چطور مثلا تهمت میزنن، همچنان که سید نقیب حسینی هم به کل مردم ما تهمت زدن. من میخوام بگم به کل مردم ما، به هزاره ها، به همشهری های ما، به سنی ها و شیعه ها، که آقایان این افرادی که بی محابا دیگران رو متهم میکنن، اینها رو ما باید یک فکری در حالشون بکنیم. اینطوری که اینها همیشه افسار گسیخته باشند و هر چیزی که به دهنش اومد بگن، این درست نیست. باید ما یک مسئولیت ملی باید آقای محقق نسب بزرگوار، همین اجتهاد را ما هم معلومات کافی ندارم، شاید تعداد زیادی از بزرگوارا و جوانای اهل تسنن در این برنامه باشن که همین اجتهاد را نمیفهمن. اجتهاد یا مجتهد چی را میگن؟ چی است؟ آقا جان اجتهاد تخصص علمی در رشته فقه هست. ما فقه جعفری داره فقه داریم، البته اونایی که مجتهدن هم در فقه جعفری هن هم در فقه اهل سنت، چون فقه ما مشترک است، سنت و کتاب ما مشترک است. مثلا در اهل تسنن مفتی میگن یا کسی که بله روایت یا فتوای صادر میکنن. مجتهد شما فکر کنید یا کسی رفته در رشته پزشکی درس خونده و الان دکترا گرفته، مجتهد هم کسی است که دروس شب اندازه کافی میخواند و بعد متخصص و دارای قدرت استنباط میشه، به اونها مراجع یک گواهی میدن که شما مجتهد شدید، یعنی به این درجه رسیدید. من نه تنها این مدرک را از شخص گرفتم، بلکه از خود حوزه علمی قوم هم رتبه 4 را گرفتم. رتبه 4 خودش بالاتر از دکتراست و مرجعیت است، اجتهاد است. سپاس آقای امان از آره بزرگوار، پرسش اگر دارین بفرمایید. بله، سلام و احترامات خدمت محقق نسب بزرگوار و همچنین دوستای عزیز، انشالله که جور موفق باشین، سلامت باشین. من پیشتر گوش میکردم در پایین لایف آقای عزیز خوگیانیوال سر، قبلا در نظام افغانستان بودن و امروز اگر سید عیسی مزاری آمدن توهین کردن
و گویا به تمام نظامی ها و خصوصا در آدرس شخص رئیس جمهورم بر میخورن که یعنی گویا در دوران جمهوریت خدای نخواسته کلن آدم های درست نبودن. متاسف هستم به همچون نظامی هایی که امروز حتی اقل در رسانه ها هستن نمی آین، مثل آقای عزیز پیشتر صحبت کردن حرفایشان شما نگذاشتین. خب در نظر باید داشته باشد در دوران جمهوریت تمام ملت و تمام مردم در همین شامل همین نظام بود، در همین نظام بودن. خدای نخواسته نظامی که اینها تعریف کرده رقم نبودن، یک نظام اسلامی بود. یک و مسئله دوم در غرب کابل دقیقا قومای محترم پشتون ما هست، تاجک های ما هست، سادات های ما هست، هزاره ها اگر بیشتر هستن، خب در کل کل اقوام افغانستان هست. آخری داشته برچی یک منطقه را همی چی نام داره، همی آخری داشته برچی خب نام داره، نام شمال از یادم رفت، کلن مناطق پشتونشین هستن. نمیدون قلعه نو پیش کاکور، مناطق کاکور هم اینجا نام داره، قلعه قاضی و کاکور، همین منطقه کلن پشتونشین هستن. آخری داشته برچی مثالا همین دور بغل حوزه 13 چی حوزه 6 گلایی همین گلخانه اینجا کلن قومای تاجیک هستن. یعنی غرب کابل یا داشته برچی که گفتن به کل ملت افغانستان در قدم اول توهین کردن و در قدم دوم توهین به جمهوریتی که امروز ما هزارها شهید دادیم، هزارها جوان خونشان ریختاندیم، با قیمت جان خود همین قهرمان ها از وطن خود دفاع کردن، توهین به جمهوریت افغانستان هم هستن. دیگه من سوالی که از آج آقا داشته باشم کدام سوال خاص ندارم و یه خواهشی در پایین میکنم از کل دوستا به عنوان برادر کوچکتان، احترام به سادات، به هزاره، به قوم، به کسی 100% باید ما و شما بکنیم. خدای نخواسته مسئله قومی نیست اینجا، مسئله این مربوط همی آدم میشه. یه امان هزاره ای که چند سال در نظام بودیم، وظیفه انجام دادیم، ما باید از خود دفاع کنم. مردمی که در افغانستان بودن باید از خود دفاع کنن و این گپ هم یک شخص زدن. اگر یک تعداد سادات های ما خدای نخواسته خواسته و نخواسته بیایی را در خود رب بیته، این متاسفانه بسیار درست نیستن، بد هستن، زشت هستن. تشکر دیگه، نمیخواد گپ داشته. ما اگه شما بسته است آقای فروتن، صدایت نمه فروتن، صدایت قطع است. با پوزش آقای اسماعیل، تشکر از آقای امان و از آقای اسماعیل امیری، هم نظر دیدگاه اگر دارن بفرماین، بعد عزیز پولات را میپرسیم اگر گفتنی داشته باشه. با عرض سلام و درود خدمت شما آقای فروتن و دوستان که لایو هستن. برادر پایین منتظر سن کسای دیگر بیار بالا، ما مزاحمتون نمیشیم، لایو خوش برتون میخوایم. برادر پایین درود و سلام خاص به جناب آقای محقق نسب. من یک چند تا از ویدیوهایشان رو دیدم، واقعا شکایت های بجا داشتن از قشر روشنفکر ملا و آخوندهای سادات. خواستم اینوش ایشان اشاره کردن که حادثه افشار نباید سر زبان برین. به نظر ما اگر ما یک جای گندگی را، یک میکروبی را ببینیم، اگر سرش خاک بندازیم و حتماً بیشتر میشه، روز میشه که بویش تمام جا را میگیره، باید روی صحبت شوه. هر کسی که جنایت کرده، جرم انجام داده، باید مذرت خواهی کنه. با یک مذرت خواهی شما اصلا نمیتونین که کشته ها را زنده کنین، حداقل این کار خوب بکنین هر کسی کرده. اما نظر به داستان که از حادثه افشار که میشنیدیم آقای اسماعیل امیری بزرگوار، با پوزش بین صحبتایتون اومدم، موضوع برنامه خوب مشخص است، ولی یک چیز ما در مقطع قرار داریم. ای کاش یک نظام عادل در افغانستان حاکم شوه، به اساس رأی مردم برن یک کمیسیون و از سازمان ملل و از جهت‌های مختلف نهادهای بین المللی بخواین تحقیق بکنن، ملامت و سلامت امی افشار را مشخص بکنن. ما حرف نداریم و حال دشمن همه چیز را از ما گرفته، ما خود ما در بدر بیچاره، واقعا وقتش نیست که در مورد افشار انگشت بگذاریم. شما عرف مرا بشنید. من میخواستم بگویم که خود آقای سیاف که در قتلام افشار دست داره، او یک سادات است. شما ببینید برادرش و برادرزادش به نام ممتاز، سید ممتاز سادات نام داره که نصف از زمینای غرب کابل غصب کرده. ایشان هم سادات هستن.
و گروه دیگری که سید انوری بودن و کسای دیگه بودن که کوه ها را فروختن و حادثه افشار اتفاق افتاد، در دو طرف شما اگر ببینیم قوم سادات آقای اسماعیل در اینجا جناب سید انوری یا بعضی از دوستان امی حرفای شما را یک تعداد فردا بازم به فال اینمی میگیره که ما فتنه کردیم. ما با آقای انوری، آقای سید مصطفی کاظمی، در کل کسایی که متوفا هستند بهشتی بر این رویشان شاد، جایشان جنت فردوس، ولی اینا میگذاریم قضاوت را در یک نظامی که در او سرزمین حاکم شوه میارش انسانی باشه، عدالت تحقق به طرفی نداریم و همین مقطع قضاوت اگر ما میکنیم نامنصفانه است. آقای فروتن عزیز ما یک دقیقه اگر من اجازه بدید آقای سید امیری را بگذارید سوالش از آقای محقق نسب بکنه که آقای محقق نسب پاسخ بدن. شار تموم بشه خب از لایف میرم گفم میمونم. خب بفرمایید آقای امیری صاحب، بگذاریم سلطانی نظر کوتاه بدن. امیری صاحب بسیار معذرت. دوستان عزیز، کسایی که در پایین لایف هستن، در دیدگاه و تفکر ما آشنایی دارن. ما آدمی نیستیم که پشت یک گپ پیش روی یک گپ قبول بکنن که از تمام افغانستانی ها، از پشتون، ازبک، هزاره، ایماق در سخت‌ترین شرایط روسا کشور جمهوری اسلامی ایران میزبان ما بودن. ایران نمیتونیم هیچ وقت پنهان کنیم. آل سلطانی سیبم زنگ زدن که ما حرفش مان دیگه. امیری سیب مایک تو نباز کنین. بسیار خب، من میم روی اصل موضوع امروز. از جناب مؤخر نصب سوال دارم. با وجود که قوم سادات با قوم هزار مذهب هستم، برخی مواقع زمانی احساس میبینیم که یکان منافقت های انجام میدن که متاسفانه منجر به قتل عام میشه. اگر شما ببینید در امروز جناب که در بشتر فروتن عکسش نامش فراموش کردم، یک بار اگه تکرار کنی. سید عیسی مزاری. سید عیسی مزاری چون این حرف را وقت بیان میکنه، به نظر شما یک شیعه آخوند سادات خودش رسما قتل عام هزاره ها را بر داعش و طالبان تندرو افراطی صادر نمیکنه به نظر شما؟ اگر صادر میکنه این رقم منافقت ها و نفاق و هزاره کشی و یا شیعه کشی و یا جنگ بین اقوام ریشه در چی داره؟ چرا که ما سادات اگر ببینیم خب به اقوام مختلف ربط میگیره. اینا از کجا آمدن؟ ریشه اصلیشان آقای محفوظ تنبا بود اینا عرب هستن یا مربوط به کدام قوم هستن و چرا نفاق ایجاد میکنن؟ ممنون. من در کار هستم یک دقیقه گپ دیم اجازه است. همین پرسش آقای سید آقای اسماعیل امیری را آقای محقق نسب اگر پاسخ میداد بعد حرف میزد اشکال نداشت. بله آقا جان، همونطوری که شما گفتید بسیار دقیق و بسیار درست است که این آقایان میخواهند که هزارها را به کشتن بدن، جاده صافکنی طالبان هستن، میخوان بگن که آقا اینا فاحش هستن، اینها فرض کنید که اعمال زشت انجام میدن، اینا کافر شدن. 300 تا کلیسا، من عرض کردم که در دشت برچی 300 تا مغازه نیست. وقتی 300 تا کلیسا در دشت برچی باشه یعنی تمام این مردم چیز دیگه از دین گذشته مرتد شده. این به همین صورت است. اما چرا سادات هزاره اینقدر بر علیه هزاره خشونت دارند؟ چرا اینها همیشه در صدد سرکوب ما هستند؟ همشون، نه یک نفرشون، همشون این حالت رو دارن. اینجا یک مشکلی جدی وجود داره آقایان. ما متاسفانه به دروغ یک مسئله داریم به نام خمس. میگیم که در اسلام خمس واجب است، یعنی از همه اموالی که تو داری باید یک پنجمش را به سید و به آقای عالم بدی. نصف همین خمس میشه مال سید، یعنی 12.5% از کل اموال تو باید بدی به سید. این یک دروغ است که در مذهب شیعه رایج شده، چون که نه در قرآن است. در قرآن خمس است، خمس غنایم جنگی، خمس اموال دیگر نیست، چنان که اهل سنت قبول ندارند. اما چی میگویی؟ قبول ندارم. خب پس این خمس که است، اینها خیال میکنه که ما مزرعه ایشان هستیم. وقتی که خمس ندادیم وقت ناراحت میشن. الان هم از آگاهی ما شدیداً ناراحتن که خب مزرعه شون از بین میره دیگه. آقا جان وقتی درآمدی
یک پنجم تمام ماها مال این سادات باشه که تا هنوز بوده و اینا با پول ما زندگی کردن. شما زن و مرد شاهدید، تمام افغانستان شاهدن که سیدات در افغانستان کار نمی کردن، اینا فقط خمس می گرفتن. خب حالا تازه حالا یک ده بیست سال پونزده سال در این زمانهایی که حالا حکومت جدید آمده و پستا و مقاماتی بوده که اکثر پستا در حکومت اول کرزی هم از جیب ما هزارها بود که به آقایان سادات داده بودن، سه چهار تا وزارتخانه مال اینا بود. برحال چون حالا ما میخواییم که این باج به اینها ندیم و من فتوا دادم که خمس دادن حرام است، خمس یک شیادی است، یک حقبازی است، یک دروغ است که بر ما درست کردن. هیچ مسلمان خمس ارباح مکاسب قبول نداره. ما از تمام مسلمان ها اومدیم، ما شیعه های دوازده امامی خودمون توی هچل انداختیم، خیال میکردیم که راست است، ولی راست نیست. حالا که سیدای محترم با منم لجستن به خاطر این است که آبونانشون یک کمی کم شده. من بارها گفتم آقایان خمس واجب نیست، خمس ندید. سپاس آقای محقق نسب، آقای سید محفوظ، آقای سید محفوظ. بزرگوار آقای سید عیسی مزاری گفتن که 900 مردگوخانه در دشت برچی با 500 آدرس کلیسا. موضوع برنامه ما همی بود، از این که اینا یک روحانی بودن. آقای محقق نسب هم از جمع برادرای اهل تشیع ما است که عالم است، روحانی است. در همین ارتباط برنامه گرفتیم، خواستیم که میمان ویژه آقای محقق نسب باشه. دوستا اگر پرسشی می داشته باشن پاسخ میتن. ما فقط هم که میگم که یادم که یک پزده از نمایندگی خود گفته این نمیتونه نمایندگی از قوم شریف سادات کنه، خواهشانه بسته به قومی را تعلق نده، هدف مستقیم خود از این را قرار بده. یکی دوم که یادم به نظر ما اشتباه گفته در تمام افغانستانی فاشیستی این مردگوخانه کنیسا وجود داشت که باید میگفت در کل منطقه افغانستان است. دیگه امارات اسلامی اینا بخیر آمده، کلش گم شده و ای دیگه هاشم که پت است یاشم گم میشه. دیگه غم نخوره، کلش ای گم شدگی ها را ما به تماس هست و کلش کشیده میره گم میشه. او بدر تو دیگه... اسلامی ملاوری گفت زده بشی، یعنی خود طالب یک کتله خواستی که جهاد زیر کمپلی را آغاز کردن، هر روز بچه هموطن پشتون لنگش سمت آسمان میره زیر کمپل. آل تو میگی کار خوب کرده برادر، ما میگم این ملا بله 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 بله, بله, بله. چی دستم مردگم خونه از کشور ما کم شده، ما از این کارشان واقعا خوش هستیم. چرا خفستی؟ کار تو برادرم یک واقعا چیزا ما شما شما خوش داشته که مردگم خونه در کشورتان باشه. شما باور میکنید از محفوظ پنجشیری پرسون که سید محفوظ پنجشیری بگو که این مردگوخانه را آدرس داری کجاست؟ اگر داری تو چطور پیدا کردید؟ در تمام افغانستان بود، از چین می آمد، از روسیه می آمد، از ژاپن می آمد، از هر جا می آمد. یک آدرس دقیق بگو و چطور تو پیدا کردید؟ چرا یک جا بگو خفا میشه، یک قوم خفا میشه وطن دار. آقای محفوظ وقتی که ما گفتم که نمیادم آقای محفوظ همی بس به سمت کوچه بازاری نره، ولی یک گپ از شما همی، اگر پرسش خاص از آقای محقق نسب دارین سوال کنین پاسخ بده. نه از آقا را احترامش داریم، نام خدا معلوم میشه، پیش گذاشته کلان است. مگم اینیم قبرش میگیم که خواهشانه یک قومه عدف ایچیز نده. منظور قوم نیست آدم، منظور قوم نیست، سادات ها نوری چشم ما هستن. بله مگم اینیمی آدم برنامه امشب منظورم سر یه عالم بوده. بله مگم اینیمی آدم فعلا در افغانستان وجود داره، برن بگیرن از خنش پرسان کنن که چرا میتوی اگه ادها را کدی؟ نه یه به اتفاقی رو در تیک تاک بندازی ها آقای خوش میکنیم. دوست عزیز آقای فروتن کنترل برنامه. آقای محفوظ مایک تبان کو تشکر از دیدگاه نظر. آقای خوگیوانی وال بفرمایید مایک روشن کو. مایک روشن است، صدای ما انشالله دارین. ببین فروتن، ما را اجازه بدید که یک ساعت منتظر بودیم و بعضی موارد مربوط ما مردم میشه بگذارین که ما صحبت بکنیم و ما صحبت مؤدبانه میکنیم. لطفاً در مایک مداخل نشوین. ببینین آقای سیدی مزاری که پشت سر تکسیتا گذاشتی، این منحصر به خودش است، جرم یک عمل شخصی است و به هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه.
ولی ای آقا که میگن جمله که سعید ها به همگی معلوم است. سعید ها در تاجک هستن، در پشتون هستن، و اینا که میگن سعید هزاره هیچ وقت از عرب نیست برادر عزیز، هیچ به عرب تعلق نداره و سعید هزاره ما هیچ نداریم. بیایم میایم سر اصل موضوع. احسن اجازه بده برین شما در ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی، در مدیریت کنترل منطقوی، در مدیریت جرایم جوانان، نوجوانان، و بالاخره در مدیریت حل پرابلم های خانوادگی، سه مدیریت برای شما ما میگم. در اونجا داخل شوین، تمام اسناد در قسمت وجود یا موجودیت فاحشه‌خانه و بالاخره کلیساها اونجا موجود بودن که به شکل سازمان یافته از توسط رهبرها حمایت میشدن. ولی این بدین مانا نیست که شما برای قوم هزاره این لطمه کثیفه وارد بسازید. مردم هزاره مردم با عزت هستند، مردم با شرف هستند، و شما اجازه ندارین که به هزاره تعلق بدین. از طرف دیگر برادر عزیزم محترم و بزرگوار جناب مولانا صاحب، شما وقتی که سعید میگین و از آدرسه که شما کتاب نویس هستین، اینجا جوانان شما احساساتی میسازین که بعد از رفتن شما لایف ها گرفته شوند و بالاخره جنگ سادات و هزاره به وجود بیاید. شما انسان دانا و فهمیده هستین، جرم عمل شخصی است. اگر من از تبار پشتون میایم یک اشتباه میکنم، بر تمام تبار پشتون تعلق نمیگیره، تنها به فرد خودم، به زبان و به دهن خودم میگیره و به عمل کرد خودم میگیره. بز از پای خود بزن، از گوسفند از پای خود. از طرف دیگر کسانانی که میاین و میگوین که ما در انتحاری کشته شدیم، دانشگاه ما انفجار کرد و بالاخره امسال هم، ببینین دوستان عزیز، در میدان کرکت 1700 پشتون کشته شد در انتحاری، در کابل بانگ ننگرهار به همی رقم، در 20 سال جمهوریت پشتون ها هم با طالب می جنگیدن، هم با داعش می جنگیدن، و هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در راستش یک تعداد کتله های کسی استخباراتی بودن به نام ترورست پشتون ها را میکشن. آقای عزیز پولاد یک چیز سوی تفاهم نشه، اینمی قسمی که خودت ضد نجات پرستی شعار دادی، اینی من در امیجا با خودت هم مفکوره هستم، ولی هر کسی چی پشتون، چی تاجک، چی ازبک، چی هزاره، وقتی لابی برای طالب میکنه دشمن ماست، هیچ گونه وجه مشترک نداریم. اجازه بده دشمن ما طالب و داعش است، خلاص. من یک چیز واضح بسازم، اگر انتحاری در بهشت میره، دو بهشت من نمیرم. اگر قاتل مردم افغانستان دو بهشت میره، من دو جا نمیرم. اگر دشمن علم و تعلیم دو بهشت میره، من دو جا نمیرم. این گپ من به طالب بود، گپ اصلی را میرم. برادر، ما مردم اتباع افغانستان، ما مردم افغانستان که از اقوام مختلف تشکیل شدیم، کل ما گزیده شدیم و کل ما اوگار و تکه و پارچه پارچه هستیم. یک بارانه که میباره همه را تر میسازه. اینطور نمیشه که یک منطقه باران بباره، یکی خشک بانه دیگهش تر. برادر، کل ما زخم دیدستیم. مسائل قومی را نزنین. اینی آدم اگر کدام گپ زده مربوط به خودش میشه. اینجا بر سعید توهین، به سادات توهین، به پشتون توهین، به عربی توهین. آقای خوبیانیوال، بگذارم آقای مقدسی، شما انتقاد بالای از اونا داشتین، پاسخ بدن. تشکر، مایکتون رو ببندین، بعد امان هزاره رو نوبت میتیم و بعد آقای احمد بلخی یا فرزند هزاره، هر کدام تان اگر صحبتی داشتین مشنویم. آقای محقق نصب صاحب، مایکتون رو باز بکنین. انتقاد از اینا سر شما بود که واژه جمع را نسبت به قوم محترم سادات میتین که یک کارمی درست از نظر از اینا نیست. گویا نفاق قومی یا فتنه را بعد از این فردا اگر مردم لایف متوجه میشه بین جوانا به وجود میاره. درست است آقا جان، حرفایی که ایشون میزنن درست است. ما هم حرفای سادات رو نمیزنیم، فقط در یک مورد گفتیم که چرا سادات هزاره اینقدر ناراحتن ولی ساداتهای دیگر با اقوام پشتون یا تاجیک ناراحت نیستن. ما گفتیم که چون اونجا مسئله خمس است، متاسفانه اون خورد و خوراکشون وقتی با مشکل مواجه میشه از دست ما ناراحت میشن. همینقدر گفتیم دیگر، ما بحث عمومی سادات رو نداریم. ما فقط امشب درباره گفته‌های آقای حسینی مزاری یا سید نقیب حسینی بحث و گفتگو میکنیم که متاسفانه من پایین میرم یک لحظه. اینمی موضوعی که شما یادآور میکنین، آل سادات عقش است که جناب اشرف غنی
قوم سادات از نظارت جدا ساخت. ما اول سادات نمیشناختیم ولی ما آل فهمیدیم. آل شما انتقام از این را نگیرین که تمام عمر امی حق و حقوق مردم سادات هم میگرفتین. آل که جدا شده شما چرا یکقدر تعصب میکنیم؟ دوست عزیز این که قوم سادات جدا شده ما بسیار خوشحالیم، اصلا ناراحت نیم آقا. خوشحال هستیم که این آقایان دیگه لطف کنن صفشون رو جدا کنن، قومشون رو جدا کنن، دیگه دست یقه ما نشوند. از ما پول جد و مردشون در درای بسی مایک تصویر تا ببن که لایف ما بشکل مواجه میشن. ما فقط به شرط همین حقوق جدشون مانده ای مامور از ما نخواهن. همین آقای فروتن تصویر مرا بذار کو که تلفن ما شارژ ندارم. گپای ما گپان روز قیامت مرا خدا نمیبخشه. امی امان از آره عبدالسیاد پر است. من از شما خواهیت از همان خواهیت میکنم. یک لحظه آقای سلطانی، امان از آره اینجا اجازه میتیم که امی عزیز پولاس گپ میزد اونا جمع میکرد. بگذاریم اونا حرف بزنم بعد از اون رو یک دقیقه تلفن خاموش بشه. یک دقیقه از خودش بفهمیم. یک دقیقه فقط دو دقیقه صحبت میکنم معذرت میخواییم. بفرمایین. تصویر ما بزرگ بکن. صحیح است. خب دوستای عزیز مجدد سلام. ما معذرت میخوایم که چون در لایف پریدم شارژ نداشتم، هرچند نمیخواستم که در این لایف گپایی که دارم مطرح بسازم، چرا که هر جایی که در علیه طالب و طالب پرست گپ باشه ما میریم مردانه از مردم خود، از فرهنگ خود، از زبان خود، از هویت خود، از دین خود دفاع میکنیم. گپ ما مشخص هست اما هیچ وقت لیوان پر و خالی را یکسان نمیبینیم. اگر ما کشور داشته باشیم، نظام داشته باشیم، دولت داشته باشیم، آرامش داشته باشیم، هیچ وقت مهاجرت نمی کنیم. نه در ایران، نه در پاکستان، نه در امریکا، نه در اروپایی که ما ایلش شدیم. شما قبول کنید که در طول 20 سال یا 42 سال مهاجرت مردم افغانستان، دیوال کوتاه‌تر از پاکستان و ایران مردم افغانستان نداشتن. شان یک بخشی که دستشان یا به خون مردم آلوده بود یا در رسانه‌های در جاهای بالا قرار داشتن که در 30 سال قبل لاقل در اروپا و امریکا رفتن یا یک بخش تجارت و یک سر گپای کلان داشتن. مردم بیچاره و بدبخت و در قره و قصبات که بمباران میشد و توسط روسا و دستنشاندیاش بالاخره در KGB که بالاخره استخبارات نجیب و دارا دستی در افغانستان و این مردم در کجا پناه میبرد، یا در ایران یا در پاکستان. اکثر تاجیکا و هزارا و ازبکا حتی پشتونا در ایران بالاخره در 40 سال هستن و حالی هم زندگی میکنن. ما در این قسمت از اون نظام، از اون مردم سپاسگزار هستیم. آدم اینا باشیم که نمک نشناس باشیم، بیایم که نمک خوردن نمکدان بشکنیم. این یک. میام در قسمت جناب آقای محقق نسب یک چند تا سوال دارم. اید کنم غرض و مرض ندارم. آقای محقق نسب در کابل وقتی که فتوای را صادر کرد محکوم شد در برابر ملاهای اهل سنت، که تمام ملاهای اهل سنت در برابر از اینا فتوا دادن، امر اعدام از یا بالاخره برآمد یا زندان رفتن. در دوران آقای کرزی حتی به لابیای کینا داشتن آقای اوگاما بالاخره یک بندی را به آقای اشرف غنی هم به آقای کرزی گفتن که وی آدم اعدام نشد، در کل اعدام نشد. یک وی را پاسخ بده. وی آقا آمدن گفتن امی آقای سید مولایی که از برادران اهل تشیع ما، مخصوصا از برادران سید ما هستند، اینا را محکوم کردن که در مشهد اینا دار و دسته ای دارن، انجمن دارن، نهادی دارن، بالاخره روزنامه آبایی دارن، سایتی دارن، اینا مربوط جمهوری اسلامی ایران میشن. وقتی که خودت کارت شناسایی ایرانی داشتی، خودت زن ایرانی داشتی، خودت پیش از این آقا کار میکردی در قم یا در تهران، آیا سوال در ذهن مردم خلق نمیشه که خودت هم شاید بودی در این موضوعات؟ چی باعث شد که ایرانی ها تو را از ایران کشید و چی باعث شد که در یک بحثی که زدن طالب است و 8 میلیون تا 10 میلیون مهاجر بدبخت و بیچاره که در یک سرزمین سالهای سال بالاخره مجبور بوده آمده با عزت داره زندگی میکنه؟ لا آقای سلطان، همین بحث چی رفت؟ اجازه بدی گپ که آمد الان باز دیگه وقتی که فروتن هستن معلوم نیست موضوع من میایم که اجازه بدی وقتی که من میایم آقای امان هزاره را محکوم میکنم، باید خودم صاف و صادق و براحت داشته باشم دیگه. ما این چیزایی را میفهمیم، خبر داریم. وقتی که یک کسی که گوشت خوک فتوا میده که مسلمان بخوره مشکل نداره و امروز هم نمیدونه بیا یک عالم دیگه که لنگشوی طالب شده در علیه او فتوای دیگه را صادر کنه، ما نباید عوام فریبی کنیم، ذهن مردم مخشوش بسازیم. ای اجازه بدید آقای فروتن، ما اجازه بدید
آقای فروتن خواهشان اجازه بدی. آقای فروتن مایکت بسته است، مایکت. آقای فروتن اجازه بدی. اجازه بدی. اجازه بدی. ما آقای سلطانی، روز سلطانی گپ گوش بگی. سوال کردین، امی ما یکی از ویژگی های برنامه مینیمی است که هر میمون ویژگی که میایه از این که صاحب خانه استم احترامش واجب است. احترام ما آقای مخنصب میمون ویژه است، سوال هایت گرفت، بگذاریم پاسخ بدیم. امروز یک نفر دیگه آمده و این کار کرده، ما اینا میتونیم بگیم تمام سوالات ها این کار میکنه. آقای سلطانی، انتقاد شما این است که آقای محقق نسب سوالات را جمع مخاطب قرار داده. در کل آقای محقق نسب خودش مورد سوال یک بخش کلان مردم افغانستان هست. یک وقتی که حرف را زد میگفتم میایم وقتی که ما علمای اهل تشیع مثلا مربوط سعادت و سید محکوم به این میکنیم که اینا هر روز فتوا میدن در علی طالبا، پس ما این توقع را از مله های اهل تشیع یا اهل سنت افغانستان داریم که در برابر طالب در گجا کنم فتوا را صادر کرده، یا شورای هزارها و جوانان تاجیک که در بیرون. ما میگیم که بیایم یک طرفه قضاوت نکنیم. ما نظر شما رو طالبان میگیریم. بگذارید آقای مقدس پاسخ بده. آقای مقدس ما اینطوری باز کنیم، یک کلمه با ما درات ببینیم. فروتن عزیز، ما خداحافظی میگم. آقای بلخی، همین سوالا خیلی زننده است که 5 ثانیه وقت نکردم. آقای مقدسب اجازه بده من خداحافظی میکنم. یک کلمه میگم با آقای مقدسب شروع کنم. فقط دیدگاه من این است که برای برادرای ازاره ما داریم. چند وقتی که ما میبینیم مثلا بعضی از تامین ها و حرفای بسیار بیجا در مورد بزرگان ما میزنه، ما یکی از سران بزرگان ما مثل جبهه مقاومت ملی عمر صاحب احمد مسعود در فرانسه از جنسایت ازاره سادگی کرد، در حالی که خود ما در خون غوطه میخوریم. برادر علی یک دینوس تاجیک هم طالب داره ازاره. اجازه بده فقط این موضوع رو به این خاطر آقای فروتن، دشمن کسایی از کار میکنه، موضوع رو به این خاطر یادآوری میکنم. موضوع رو با آقای محقق نسب یادآوری میکنم که ما مردم دولتی که خود ما زخمی سیم از ازارا جنساید در یک کنفرانس بزرگ صحبت میکنیم به خاطر که مردم ما سادگی میکنیم. خواهشمند هستم از اقوام مردم ازارا، از جوانان ازارا که در سوشال میدیا سا حرف های تخت تازهای بیجا در مورد بزرگان ما خصوصا قهرمان ملی خصوصا استاد شهید یا عامر صاحب احمد مسعود و دیگر بزرگان نزنند، جای درست نیست. امروز ما در مقابل یک دشمن که به نام تروریست به نام طالب روبرو هستیم، جنگ میکنیم و میرسمیم. سپاس آقای بلخی. اینمی ما خودت هم مفکوره هم هستیم، بله، هم نظر هم هستیم. ما همین پرسش که مطرح کردین، انتقادی که دارین، همه دوستا شنید. بگذاریم در مورد صحبت های آقای خیلی تن بود. آقای محقق نسب پاسخ بده، چرا وقتی ما یک آدم را در برنامه ما میاریم احترام اونمو میمون بالای نمی صاحب خانه واجب میشه بزرگوارا. ما باید از شخصیت آقای محقق نسب به صفت یک انسانی که ایشان میمونم است پاسداری بکنم. ای که سوال مطرح میشه انتقاد در چوکات ادب حق مسلم همگی ما و شما است. آقای محقق نسب بزرگوار بفرمایید. بله، اون آقای اولی دو تا سوال داشت یا دو تا اعتراض داشت، سوال نداشت. ایشان اولا من متهم کردن که بله علمای شیعه و سنی فلان کرد و بهمان کرد، در حالی که همه اینا رو محسنی را انداخته بود. محسنی شورای علما داشت و خودش در قندهار در جلسه شورای علما شرکت کرده بود، از اونا خواسته بودن، از هرات خواسته بودن، از خیلی جای دیگر که علما تظاهرات کنن حرف بزنن،
ولی سرانجام کسی منو رها آزاد نکرده، کسی منو با رشوه یا سعایت آزاد نکرده، فقط خبرنگاران بودن که مقاله رو خواندن، حرف زدن، جلسه گرفتن و حتی در اولین جلسه وزیر فرهنگ برای من براءت داد. قبل از اون که دادگاه اصلا حرفی بزنه، وزیر فرهنگ که کی بود اون زمان؟ اسمش یادم رفته، آقا سید. ایشون جلسه ای را دایر کرد، رسیدگی به مطبوعات را اونجا اونا نظر دادن که محقق نسب هیچ مشکلی در گفتارش نیست. بله مسئله ارتداد رو بحث کرده که اینطوری اینطوری، این نباید جرم باشه چون هر کس عقیدهش مربوط به خودشه، ربطی به آقای قاضی و آقای شیخ نداره. ما آزادی عقیده رو تبلیغ کردیم، همون چیزی که در کل دنیا مطرحه. الان من و شما که در اروپا زندگی میکنیم در سایه آزادی عقیده است. اگر آزادی عقیده نبود، این مسیحی ها پدر من و تو رو در می آورد و نمیگذاشت که اینجا قدم بگذاریم. پس آزادی عقیده خودش میتواند یک نعمت خیلی بزرگ باشه. نه شیعه به سنی اعتراض کنن، نه سنی به شیعه، نه کافر به مسلمان. این یک نعمت بزرگ است. وقتی شما نفهمید من چی کار کنم؟ خب این اولا. مسئله دوم، میگن که شما چرا مردم ایران بد گفتید. من مردم ایران بد نگفتم، هر کی در ایران باشد بد نیست. من فقط نگرانیم از نظام جمهوری اسلامی ایران است، همون که الان جنگ اسرائیل و حماس رو انداخته، همون که در سوریه بود، همون که در عراق بود، همون که در افغانستان طالبان رو بسیج میکردن. اون همون آقا رو من در نظر دارم، اگر نه مردم ایران بهترین مردم هستن. ما یک شما بسته است اینجا بس سر جهان و سر کشورهای خارجی هم رفت. آقای محقق نسب بزرگوار، تصویرتون بسته شد. من نظرتون را در رابطه با طالب خواستم که دوستان بدانن. زیاد کامنت ها در همی ارتباط است. به نظر تا زنگ آمدن تا برگردن آقای فروتن سب گرامی ببینن، وقتی که خودت یک برنامه میگیری و همی برنامه امشب که خیلی مهم بود برازی که ما و شما و مردم افغانستان بدانند، یک کسی که مجتهد است و عالم دین هستن و میاین به خاطر همی سید مزاری، سید سا مزاری که صحبت کرده، توهین به مردم افغانستان کرده، سر از این گپ میزنم. مردم افغانستان خصوصا قوم سید که از ما تاج سر ما هستن، ما با تمام قوم افغانستان احترام داشتیم و احترام داریم. چیزی خدای نخواسته، خدای نخواسته، من در این پیام ها را میبینم در زیر توهین میکنین، به احترامی میکنین، او وطن دارای درست نیست. سعید از ماست، ما سعید هستیم، مسئله قومی نیست. حداقل کمک زیر ارزه داشته باشین، کمک زیر صبر و تحمل داشته باشین. بس سر همی آدم است، ای هم عالم دین بود و هم عالم دین است، او حرف کده یه حرف زده و سوال های بیجایی که متاسفانه از اول شروع شد. ما از قضیه افشار یا پیش میکنه، قضیه ایران اینجا پیش میشه، قضیه جنگ جهانی اینجا پیش میشه، هیچی ای خود درست نیستن. آقای سلطانی گم شد رفت پشت سر تلفن به خاطر انمی فروتن. پشت سر آدم گپ نمیزنیم آقای امان. آقای فروتن یک چیز بگم، آقای امان بزرگ، ما و تو دمی 8 سال خیلی برداباری کردیم، خیلی جوانمردی کردیم با خیلی نامردا و خیلی نامردا فقط در حد نامکشی. آقای امان ازار بزرگوار در حد نامکشی ما اگر خود میزنم خلاص. آقای امان، اینمی محقق نسب میمون ویژه بود. هر میمون ویژه، هر کسی باشه که در شبی که میمون ویژه میشه، احترام اون میمون ویژه سر اون صاحب خانه واجب است. دقیقاً. یعنی ما در برنامه هیچگاه کس را اجازه نمیتون به کس توهین کنه. اگر در چوکات فتی کلام یک آدم میایه که در این مقطع شما این رقم یا آقای رضا سلطانی، سعید سادات انگشت نشانه رفتن سمت آقای محقق نسب، آقای فروتن سر همین نسب پاسخ داشت. درست است. همین آقای سلطانی خود گفت گوشی ما گل میشه دو دقیقه ما می شیشته بودیم. رفت ببخشید. بر رفت از اون طرف زنگ برش اومد. خب هر صورت پشت سر رفت گرفت. ببخشید ماکس. من الان نیم ساعت منتظر است، میخواستم همین فرنگ یادوره. همین دوست عزیز، وقتی در برنامه تو در قضیه افشار چرا مثلا سوال کردی؟ دوست عزیز اجازه بده من خواهش میکنم در برنامه همین دوستای ما خودشان موضوع را سمت دیگه میبرن. اجازه بده، اجازه بده. من تلاش کردم که این موضوع سر نمی آدم بود برادر، نه دوست عزیز اجازه بده، نه در قوم سادات رب داشت، نه به قوم ازاره. دوست عزیز اجازه بده
ما به خاطر از این سوال کردم به خاطر که اینمی سید ایسای مزاری در یک کنفرانس خبری میگه که هزارها فقط یک بار نسل کشی شده و هم در افشار. خب گمی خودش یک نوع شیطنت هست که هزاره و تاجیگ سرده سر کنه. خب دیگه چیز کلان بگذاره، یعنی حواس ما رو در طرف از او پرت کنه. ما به خاطر از این سوال کردم. خب بعد همه آقای تکرانم آقای سلطانی بوده گفت که آقای محقق نسب مثلا ضد اسلام حرف زده یا چی کده. آقای ای آدم اگر مثلا از نگاه اسلامی ارتداد داشت مثلا صورت میگرفت، آقا از کشور مثل ایران ای آدم رها نمیشه. خودت میدانی که در ایران کوچکترین کار در ضد اسلام گپ بزنه دیگه جایش در ناکجا آباد است. خب پس بدان که یه حرفا فقط اما اتهام است دیگه. آقا تو به جایی که از مهمان برنامه سوال کنی او رو در بیراه میکشانی که تو خودت آیت الله نیستی، تو آیت الله به نظر من باید میکنه برنامه. تشکر از این که خیلی یک دنیا سپاس دوستا. در برنامه ما آیستا آیستا گلایه گلایه سمت پرخاش نره. والا سوگند هیچ گونه فتنگری نفاق اندازی در شأن ما نیست. همیشه چی تاجک است، چی ازبک است، چی هزاره است، چی پشتون خوب است، هر کسی که مصمم در برابر طالب و داعش میشه و من فروتن برادر است و کسایی که هم کاسه و هم چمچه طالب میشه هیچ گونه وجه مشترک بین ما وجود نداره. فروتن از اجازه باشه من گفتنی دارم برای امان جان نذارم وقت امیر برادر امیر من میبندم. اسماعیل امیری یک اجازه بیتم باش، یک اجازه بیتم مهربانی. من از اما جان خواهش میکنم وقتی از یک حادثه غم‌انگیز یاد میکنه لطفا خنده نکنه بعد از ده این کار خوب نیست. اما اصل گپی بود فروتن عزیز که من میخواستم از آقای محقق نسب سوالم رو بپرسم که گفتم یک گروه قومی میان سادات جا گرفته در حال که سادات در آزادی کشور ما در فرهنگ، در دین، در مذهب، در تمامش نقش مهم اساسی داشتن. ما میتونیم از سید اسماعیل بلخی یاد کنیم، از سید مصطفی کاظمی، از سید محسن حجت که در امی اواخر خواست صدایش بلند کنه به خاطر آزادی مذهب تشیع. یعنی سادات مردمای خوبی هستن، کسایی که انسانای خوب هستن، با احترام هستن، بعدشون قابل مجازات. خواستم امی کلمه رو امی جمله رو خواستم که یاد کنم. اگر لطف کنی فروتن عزیز که این ویدیو رو وقت پخش میکنی متوجه باشی که قسمت هایی که پارتشن میکنی ویدیو رو که مردم سوء استفاده نکنن از این کلمه که خدا نخواسته بین اقوام نه ما میفهمم گونه ویدیو رو اصلش رو بگذارم و لایف رو کامل نوشته میکنم. من میفهمم چی کار باید بکنم. هدف ما فتنه‌گری نبوده. ما شاید بعد از این فقط هر کسی که علی طالب بیایه با ما برادر است. آقای فروتن وجود نداره. دقیقاً هدف ما از سوال فقط گرامی ببینن فروتن صاحب و دوستا عزیزایی که در پایین لایف هستین، خدا را شکر، خدا را شکر ما توانستیم چند دوستا و عزیزایی که در حد یک پرخاش یا یک خفگی یا یک دوریایی که در بین مردم ما و شما بودن توانستیم که همین مسئله رو دور کنیم. تاجا قومای تاجی، قومای پشتون، تمام قومای افغانستان تاج سر ما هستن، قومای هزاره، حتی سادات های عزیز. ما واقعا دوست دارم، اینه خدا شاهد هستن، خدا بسر شاهد است این برنامه را هیچ وقت ربطی به قومی به سمتی نتینه تا مستقیم سر هدف سر همین تصویر پوشتر زدگی بود. آقای من منظورم همین شخص بوده و این هم افت کلام ما رعایت کردیم. حق توهین کردن به این بزرگوارم نداریم. من خانه ازی هستم که اسنادهای خود نشان بده تا سوی تفاهم از بین بره. صبر کامگار باشین دوستان عزیز. دوست از یک دقیقه من یک اندازه 30 ثانیه آقای فروتن بفرمایید.